درود و درود. خیلی از هم یه سوال هایی میکنم، به خصوص اونایی که جوان ترن. مثلا میخوام بدونم ما که توی سنیم بیماری همون چجوریه، چی کار میکنیم، چجوری زندگی میکنیم. خب من حالا امروز رفت دادم برای اندوسکوپی و من آدمی هم که برای آمپول زدن خیلی میترسم، یعنی اسم آمپول که میاد جای آمپولم درد میگیره و بسیار ناآرام هستم. برای اندوسکوپی هم امروز دلم خواست که تنها برم، مزاحم کسی نباشم. در نتیجه وقتی که رفتم اینقدر هم گریه کردم، هم پاهامو اینجوری اینجوری کردم. خلاصه از اون موقع تا حالا هم همه این مسیر درد میکنه. خب یه مشکلاتی داره ولی خب خیلی خطرناک نیستش. اما هزینه های بیمه اینجا به این ترتیبه که خب بیمه های خوبیه، ولی من تا دو سال پیش بیمه 99% داشتم، ولی دیگه الان بیمه برای خارجی ها توی سن من بیمه ها رو از 20% بیشتر نمیکنم. و برای 20% من برای اندوسکوپی که امروز رفتم 63 تتری دادم، 63 تتری و 75 63 لاری و 75 تتری. یعنی شما حساب کنید یه چیزی نزدیک 20 لاری دادم، اگر که نزدیک 20 دلار دادم. اگر که میخواستم این رو آزاد بدم میشد یه چیزی نزدیک 30 دلار. نمیدونم تو ایران آزادش چقدره، ولی حسنی که اینجا داره اینه که سر ساعتی که به شما وقت میدن سر همون ساعت هم شما رو میبینن. یعنی وقتی اگر که شما تاخیر نداشته باشید، ولی اگر تاخیر داشته باشید خب دیگه دیرتر میشه، اما اگر زودتر برید سر همون ساعت شما رو میبینن. بعد ناراحتی دیگه که من داشتم، مینیر داشتم. مینیر خیلی اذیتم میکرد. مینیر مثل هر بیماری دیگه استیجای مختلف داره، یعنی مراحل مختلفی داره و این بستگی داره که شما توی چه موقعی بهش برسید و باهاش چیکار کنید. مینیر هم متاسفانه بیماریه که همیشه با شما میمونه، ولی میتونید کنترلش کنید. مثلا نباید واقعا من الان قهوه دارم میخورم روزی یه بار و سعی میکنم خیلی رقیق بخورم، ولی بهتر قهوه نخورم. اصلا نمک نباید بخورید، چون نمیدونم چجوریه که وقتی آدم مینیر داره انگار که همیشه دهنش شوره، همیشه نمک، سدیم بدنش بالاست. به هر حال باید پتاسیم زیاد به بدنتون برسونید و کارهای دیگه که دکتر میگه. ولی در مورد من کاری که کردم، مینیر متاسفانه باعث شد که من رانندگی رو بذارم کنار، به خاطر اینکه توی مینیر به این صورتی که شما توی یه لحظه کوچیک که یه دفعه سرتون گیج میره میرید، واقعا یه لحظه است و ممکنه اتفاقاتی بیفته که جبران ناپذیر باشه. به همین دلیل ترجیح دادم که نه فقط به خاطر خودم، به خاطر دیگران رانندگی نکنم. اما دوچرخه سواری میکنم، چیزایی که خودم تنها هستم، دوچرخه سواری میکنم، مشکلی ندارم. اگر هوا آلوده نباشه اصلا مشکلی ندارم. تهران که هستم، به خصوص اگه توی مراکزی باشم که اکسیژن کافی نباشه، حتما تعادلم رو از دست میدم. اما در نهایت همه اینها رو باید تمرین کرد. من تمرین میکنم که درست راه برم، تمرین میکنم که صاف راه برم، تمرین های لازم رو میکنم. آب زیادم باید بخورید و بعد خب یه چیزایی هستش که برای هیچ بیماری خوب نیست و اون هرس و جوشه که ما در دولتی هستیم که میخواد ما رو فقط دق مرگ کنه. در نتیجه باید باید ساخت. اینم از کار امروز من، اندوسکوپی معده، مینیر. روزتون بخیر و شادی.